یک کلاه دوچرخه سواری، یک دوربین بینایی استریویی، یک جلیقه و یک برنامه کامپیوتری چیزهای ساده‌ای هستند که می برای نابینایان تحولی بزرگ ایجاد کنند. این نمونه آزمایشی سیستم جهدهی ساخته دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است که جیمز ویلند آن را سپرسی کرده است. چیزی که امیدواریم اینجا بسازیم یک سیستم بینایی کامپیوتری است که نه تنها آنچه را که اطراف آنهاست تشخیص دهد بلکه به آنها نشانه های راهنما نیز بدهد و آنها را به مکان مورد علاقهشان هدایت کند مثلا یک کاربار فروشی یا یک کافی شاپ تا تقریبا محیط پیرامونشان را برایشان گسترش دهد به طوری که برای جهتیابی محیط راحت باشند این سیستمی ساده و نسبتا ارزان قیمت است دوربین بینایی استریایی همانند چشم انسان می تواند عمق را تشخیص دهد و آنچه را که میبیند به کامپیوتر ارسال میکند و برنامه نصب شده رو روی کامپیوتر به نام مسیردهی و موزیابی محلی یا اسلام آن را به نقشه سبودی از محیط تبدیل میکند. قدم بعدی استفاده از این نقشه برای ایجاد مسیری ایمن است که شخص توسط آن بتواند بدون برخورد با هیچ مانعی راه برود و چگونه آن شخص را از میان مسیری ایمن هدایت می اینجاست که جلیقه وارد می شود. به هر یک از شانه های این جلیقه موتور لرزاننده کوچکی مانند لرزاننده های گوشی های همراه متصل است. اگر این برنامه ببیند که شخصی که جلیقه را پوشیده در حال منحرف شدن از نقشه است، هر یک از موتورهای لرزاننده را به لرزه در می آورد و به شخص می گوید که برای دور شدن از مانع تغییر مسیر دهد. آزمایش اولیه با کاربرانی نابینا که تجربه استفاده از عصا را در انجام شد که نشان داد زمانی که از جلیقه استفاده می‌کردند با موانع کمتری برخورد می‌کردند. To... ضرورتا فکر نمی کنیم بخواهیم اصا را کنار بگذاریم زیرا آن به عنوان یک مکانیزم ایمنی و آخرین خط دفاع به هنگام مواجه شدن با چیزی است کاری که به نظر نظرمان بتوانیم انجام دهیم این است که با استفاده از هر دوی سیستم بینایی و اصا آنها را برای راه رفتن در محیط به شکل طبیعی تری راه نمایی کنیم. قدم بعدی برای ویلن و تیمش این است که این تکنولوژی را تجاری کنند و آن را به حدی کوچک کنند که بیش از یک عینک به چشم نیاید.